رابرت گرین، نویسنده و پژوهشگر آمریکایی، اخیراً در ویدیویی در کانال یوتیوبش چند نکته مهم و استراتژیک رو به مردم ایران توصیه کرده که من در این ویدیو برای کانال شبنویس به فارسی ترجمه کردم. رابرت گرین به خاطر کتابای معروف و پرفروشش مثل 48 قانون قدرت، هنر اغوا کردن و 33 استراتژی جنگ شناخته میشه. من لینک اصل ویدیو یوتیوبش راجع به ایران رو زیر این ویدیو میذارم. اما قبل از هر چیز اگه دوست دارین این ویدیو به دست افراد بیشتری برسه و بیشتر دیده بشه، لطفاً این ویدیو رو لایک کنید و در کانال شبنویس سابسکرایب کنید یا همون عضو بشین تا الگوریتم یوتیوب ویدیو رو به افراد بیشتری نشون بده. بریم ببینیم این آقای رابرت گرین چه پیامی برای ما فرستاده. سلام به همه. امروز میخوام راجع به اونچه که در ایران اتفاق میفته صحبت کنم. درباره وحشیگری جمهوری اسلامی و اوضاعی که کاملا از کنترل خارج شده. وارد جزئیات نمیشم، بلکه به نکاتی در سطح استراتژیک ماجرا اشاره میکنم. اولین نکته‌ای که باید درک کرد اینه که این نوع رژیم‌های اقتدارگرا که خیلی هم قدرتمند به نظر میرسن، در واقع به شدت ترسیدن. اونا به نظر قدرتمند میان اما نقاط ضعف زیادی دارن و نقطه ضعف اصلیشون هم ترس از شماست. اونا تمام پول و ثروت کشور شما رو به انحصار خودشون درآوردن. نیروهای انتظامی و نظامی و خلاصه همه چیز رو در انحصار خودشون دارن. اما تعداد شما بیشتره و اگه کنار هم جمع بشید و نفراتتون رو متمرکز کنید، اگر یک جنبش سراسری ایجاد کنین، حکومت رو به وحشت میندازین. اونا هر روز با حس ناامنی و عدم آرامش زندگی میکنن و چیزای زیادی برای از دست دادن دارن، چون میدونن که تعداد شما میتونه منجر به نابودی کاملشون بشه. پس اگرچه به خاطر نداشتن پول و تسلیحات نظامی شما ضعیفتر به چشم بیاین، اما اگه این اصل ابتدایی استراتژی یعنی تعداد بیشتر خودتون رو خوب درک کنید، میبینید که در واقع شما طرف قوی تر ماجرایین و به همین دلیل رژیم از جنبش‌هایی مثل جنبش کنونی شما وحشت داره و این اصل در تمام حکومت‌های تمامیت خواه دنیا صدق میکنه. پس اولین چیزی که باید در نظر داشت اینه که شما طرف قدرتمندتر این مبارزه هستین. نتیجه مطالعاتی که داشتم نشون میده که دیکتاتوری‌های اقتدارگرا دو روش اصلی برای نجات و دوام خودشون دارن که بین همه این نوع حکومت‌ها هم مشترکه و من در دو کلمه خلاصشون میکنم: تفرقه و خفقان. به خاطر تعداد و قدرت بیشتر شما، استراتژی اصلی حکومت همیشه جداسازی و تفرقه اندازیه. اگه بتونین به هر شکلی در اماکن عمومی از طریق تظاهرات و تجمعات و اتحادیه ها کنار هم جمع بشید، این اتحاد به شما قدرت میده. یعنی هر وقت به هم بپیوندید و اقدام کنید، تمام بازی اونا به هم میخوره، چون کل استراتژی جداسازی شماست. شبیه دستگاه آسیابی که کارش خرد کردن همه چیز به قطعات کوچک و کوچکتره. این نوع حکومت ها میخوان که شما به جای فکر کردن به وضعیت کلی کشور، وقتتون رو بیشتر در خونه و مدام نگران معیشت و مسائل شخصی خودتون صرف کنین. اونا میخوان شما را به هر طریقی از هم جدا کنن. میخوان مردا رو مقابل زنها قرار بدن، فارس ها رو مقابل کرد ها قرار بدن. میخوان طبقات بالا و متوسط جامعه رو روبروی هم قرار بدن. اونا میخوان با این روش های جدا سازی همون استراتژی قدیمی تفرقه بنداز و غلبه کن رو اجرا کنن، تا زمانی که قدرت شما در کمیت و تعدادتون تحلیل بره که بتونن این توهم رو در ذهن ها جا بندازن که حکومت قدرت بیشتری داره. بنابراین مدام شما رو تحت فشار قرار میدن تا وقتتون رو خارج از حوزه عمومی بگذرونین. اونا حتی ممکنه با تبلیغات و نوعی رشوه سعی کنن شما را اغوا کنن که وقتتون رو بیشتر به کارهایی مثل خرید کردن و رفتن به مراکز خرید و سینما و تفریح بگذرونین. اما هر کاری و جایی که مردم بتونن به صورت گروهی جمع بشن و نارضایتیشون رو نشون بدن ممنوعه. این نوع رژیم ها سعی می کنن آهسته آهسته هر نوع فضای عمومی رو اشغال و نابود کنن، هر گونه محل تجمع مثل میادین و خیابونای اصلی شهر، هر نوع صف آرایی و گرد همایی سیاسی و اتحادیه ها رو از بین ببرن. این روی کرد با استراتژی دیگه نظام، یعنی وادار کردن به سکوت یا همون خفقان همراهه.
مسئله اینه که در کشورهایی که زیر سلطه و کنترل این نوع رژیم ها هستن، اکثر مردم در شرایط کاملا تیره روزی و بدبختی زندگی می کنن. وقتی تصورتون اینه که شما هیچ قدرتی ندارین و همیشه هم در ترس زندگی کردین، هیچ وقت هم فرصت بیان خواسته هاتون رو نداشتین، در نتیجه با آدمای دیگه هم در ارتباط نبودید، هیچ وقت هم جایی برای بروز اعتراض وجود نداشته مگر در فضای مجازی که اونم به شدت تحت کنترل و سانسور حکومته، اونها رسانه‌های اصلی کشور رو هم کنترل می‌کنن، بنابراین شما رو در یک خفقان محصور کردن، جایی که همه یا اکثر مردم عمیقا ناراضین، اما هیچ راهی نبوده که بفهمن بقیه هم همینقدر احساس نارضایتی دارن. من به این وضعیت میگم یک راز عمومی. راز عمومی چیزیه که بین مردم مشترکه، اما رازیه که هیچ کس نمیتونه دربارش علنی صحبت کنه. نظام مدام سعی میکنه شما رو ساکت کنه با کنترل اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، با از بین بردن هر نوع فضای عمومی که میتونین اونجا با بقیه ارتباط برقرار کنین و نظرات افراد دیگه جامعه رو بشنوین. مهم اینه که متوجه باشین که اکثریت مردم جامعه هم همین احساس شما رو دارن. واکنش اصلی شما به این استراتژی رژیم باید غلبه بر رویکرد تفرقه اندازی و جدا سازی باشه، تا نشون بدین که این خیال که مردم از هم جدا شدن فقط یک توهمه. این قسمت کوتاهی که اینجا میگم حرفای آقای رابرت گرین نیست و نظر شخصی منه و برای درک بهتر شرایط امروز فکر کردم لازمه اینجا مطرحش کنم. نظر شخصیه و ممکنه خالی از اشتباه نباشه، پس امیدوارم به جای پرداختن به جزئیات به کل مطلب توجه بشه. میخوام چند تا مثال از روش‌های تفرقه اندازی در جامعه بزنم که به نظرم همیشه حکومت پشت این اتفاقات یه نقشی داشته. نه اینکه در همه این موارد حکومت بین مردم دعوا را ایجاد کرده، ولی وقتی موضوعی داغ پیش میاد، قطعاً تیم‌های امنیتی و رسانه‌ای و سایبری نظام از اون بهره برداری می‌کنن. مثلا اتفاقات اخیر راجع به تیم فوتبال ایران در جام جهانی، یا مثلا نظام سال‌های ساله که به شدت مشغول ایجاد شکاف بین ایرانی‌های داخل و خارج از ایرانه. اساسا اسم رمز سایبری‌های نظام در این موارد لفظ خارج نشین و بیرون گود نشسته است، که میتونه خیلی وقتها لفظ درست و به جایی هم باشه، اما نظام از اون برای ایجاد تفرقه بیشتر استفاده میکنه. میشه گفت کابوس نظام ائتلاف بین گروه‌های سیاسی مخالف و اشخاص شناخته شده است. مثلا اگر از زاویه تفرقه اندازی توسط نظام به این موضوع نگاه کنیم، دیگه عجیب نیست این همه هجمه و عدم اعتماد و بدبینی نسبت به اشخاصی مثل رضا پهلوی، حامد اسماعیلیون، مسیح علی نژاد، علی کریمی یا حتی میرحسین موسوی. نه اینکه هر کس مخالف این هاست حکومتیه یا مثلا همه باید با تمام این اشخاص موافق باشن، نه، اما شک نکنیم که نظام هر کاری بتونه میکنه تا بین این افراد و گروه هایی که بخشی از جامعه رو پشت خودشون دارن اتحادی شکل نگیره. فراموش نکنیم بزرگترین ترس حکومت و قدرت اصلی مردم در تعدادشونه. پس کابوس بزرگ نظام اینه که گروه‌های مختلف جامعه با عقاید حتی متضاد بتونن با هم متحد و در هم ادغام بشن، که البته می‌بینیم روز به روز هم این روند بیشتر میشه. خیلی موضوعات مهم دیگه‌ای وجود دارن که حتماً باید راجع به تک تکشون بحث و گفتگو و همفکری بشه، اما نکته اینه که رژیم از تمام این موضوعات برای تفرقه اندازی استفاده میکنه. موضوعات مهمی مثل پرچم یا تحریم یا کار کردن و کار نکردن هنرمندها یا فحش دادن و ندادن در شعارها یا موضوع بسته شدن سفارتخانه های ایران، که البته کسی در این چند ماه هم نخواسته بود سفارت های ایران بسته بشه، و کمپینی که راه افتاده بود دنبال اخراج سفرا بود نه بستن سفارتخانه ها، ولی حکومت خیلی ماهرانه همه جا موضوع رو بسته شدن سفارتخانه ها جار زد. چرا؟ به خاطر ایجاد تفرقه. مثال زیاده، بگذاریم بریم سراغ ادامه صحبت های رابرت گرین. شما باید تلسمی که براتون ساختن رو بشکنید، تلسمی که بینتون تفرقه ایجاد کرده و شما رو به درون خونه ها و زندگی شخصیتون فرو برده، جایی که حتی همسایه ها هم راجع به این مسائل با هم گفتگو نمی کنن. بنابراین شما به یک خیزش سراسری نیاز دارین، چیزی که درها رو به روی شما باز کنه تا همه با هم متحد دیده بشین، خیلی هم به وضوح با هم دیده بشین. مسلما هر چه تعدادتون بیشتر باشه بهتر هم هست. شما باید در برابر این داینامیک یا حرکتی که به شما تحمیل کردن مقاومت کنید، علیه این تفرقه همیشگی مقاومت کنید.
چیزی که معمولاً در این نوع خیزش‌ها اتفاق می‌افته و ما مشابهش رو در سریلانکا و روسیه و سایر نقاط جهان مثل جنبش بهار عربی هم دیدیم، همیشه یک جرقه و آغازی برای شروع این خیزش‌های عمومی وجود داره. خیزش مردمی که تعداد افرادش رو به افزایشه و برای همین نظام‌های دیکتاتوری می‌خوان بین مردم تفرقه بندازن. اونا میخوان به نوعی خیزش شما رو تیکه تیکه کنن. اونا میخوان ماجرا اینطور به نظر برسه که خیزش شما قرار مشکلات بیشتری برای کشور ایجاد کنه، که خیزش با شکست روبرو میشه و به خاطر شما کسب و کار و زندگی مردم قرار بدتر بشه. مثلا ایران سوریه میشه، داعش میاد، جدایی طلبا میان، مجاهدین میاد، امنیت اخلاقی جامعه مختل میشه، فساد زیاد میشه. میخوان دینتون از بین ببرن، میخوان چادر از سر زنا بردارن. وای وای امنیت ملی. وای وای تمامیت ارضی. پس اونا سعی میکنن طبقه کارگر رو از طبقه نخبگان و تحصیل کردگان جدا کنن یا مردان را مقابل زنان قرار بدن، به خصوص چون خیزش شما خیزشی بود که در ابتدا به خاطر زنان به وجود اومد. اعتراض ها به خاطر مهسا امینی شروع شد و اینکه زنان در این جنبش پیشگام بودن در واقع یکی از مهمترین عواملیه که به نفع شماست، چون وقتی زنان در خیزشی همراهی کنن معمولا از تمام طبقات، قومیت ها و اقشار جامعه همراهتون میشن و این همراهی زنان مختلف پلی میشه بین تمام شکاف ها و تفرقه هایی که حکومت سعی داره ایجاد کنه. شما از طریق سازماندهی زنان از طبقات و عقاید و قومیت‌های کشور میتونید بر استراتژی تفرقه اندازی حکومت غلبه کنید. البته که اونا سعی میکنن همچنان بین شما تفرقه بندازن، ولی شما باید با تمام وجود در برابر این استراتژی مقاومت کنید. فراموش نکنید که همه شما در این خیزش با هم هستین. هر فرد، هر قومیت، هر فرقه و جناح در این ماجرا با هم هستند و قرار نیست شما در هیچ سطحی در دام استراتژی تفرقه اندازی اونا بیفتید. موضوع دیگه سکوت یا خفقانه. شما باید مدام در فضای عمومی حضور داشته باشین و خواسته های خودتون رو بیان کنید، خیلی آشکار و روشن هم بیان کنید تا بتونین اون راز عمومی رو تبدیل به آگاهی عمومی کنید. همه مردم در کشور میدونن اوضاع از چه قراره. همه میدونن که همسایه‌هاشون هم به اندازه خودشون ناراضین. مشکلات و شکایت‌ها و گلایه‌ها و رنج و دردهای مشابهی هم دارن. وقتی صدای شما بلند بشه و باید دائما بلندتر هم بشه، مثلا از بالکن‌ها فریاد اعتراض سر میدین، از پشت بوم‌ها فریاد میزنین، شعار میدین و شعار جدید میسازین. در واقع شما با این کارها طلسم خفقانی که میخوان بر شما تحمیل کنن رو میشکنین. چیز مهمی که من در مطالعه این خیزش‌ها یاد گرفتم فاکتور زمانه که عامل فوق‌العاده مهمیه. چون چیزی که در اکثر مواقع رخ میده اینه که یک انفجار نیروی خشم اولیه و ناگهانی که به نوعی بر همه چیزایی که راجع بهشون گفتم، یعنی تفرقه و خفقان، غلبه میکنه. ولی به مرور زمان این نیروی اولیه کمرنگ میشه و این به خاطر طبیعت و ذات انسانه. حفظ کردن این روش‌های اعتراضی مداوم برای طولانی مدت سخته. بنابراین اتفاقی که می‌افته اینه که در ابتدا این لحظاتی به وجود میان که به نوعی اعتراضات مردمی رو نمایان می‌کنن. سپس در ادامه فاصله‌های چند هفته‌ای داریم که هیچ اتفاق خاص و چشمگیری نمی‌افته و بعد این فواصل به نوعی طولانی‌تر و طولانی‌تر و طولانی‌تر میشن و خیزش به نوعی خاموش میشه. و بعد سرکوب ها در این شرایط و در آینده خیلی بدتر هم میشه، چون اونا از جنبش مردمی یاد گرفتن چطوری مؤثرتر سرکوب کنن و چگونه شما را وحشیانه تر خورد کنن و مدام راه های جدیدی هم برای مقابله با شما پیدا میکنن. این لحظات و شرایط بسیار خطرناکیه. من در این نوع جنبش ها چیزی مشاهده کردم که بهش میگم نظریه امواج. اگه هر روز بخواین بیان بیرون و اعتراض کنین و هر روز پشت سر هم تظاهرات کنین، این یه روش طاقت فرسا و دشواریه. جمع کردن مردم به طور مداوم سخته و انرژی و زمان و تعهد زیادی از مردم میگیره و باعث خشنتر شدن سرکوب ها هم میشه و نظام ممکنه اون بدترین چهره خودش رو نمایان کنه. یک بار دیگه یادآوری میکنم، یادتون باشه که اونا در وحشت از شما زندگی میکنن و برای همین هم واکنش های بیش از حد و غیر متناسب نشون میدن و این واکنش بیش از حد میتونه خیلی خشن باشه. اما از طرفی هم اگه اجازه بدین زمان خیلی زیادی بگذره، اگه یک هفته یا دو هفته بدون هیچ حرکتی بگذره، انرژی شما هم تحلیل میره. اون چه من متوجه شدم این اعتراضات شبیه نوعی امواجه که اگه هر چند روز یا هر چند هفته اونا رو با موج جدیدی روبرو کنین و به اونا ضربه بزنین، مثلا در شهرهای مختلف، در نقاط مختلف یک شهر، حتی برای دلایل مختلف، اما به صورت ادامه دار و مداوم به خیابون بیاین، به این صورت که چند روزی آرامش وجود داره و تو این فاصله همه به نوعی نفسشون رو تازه میکنن، بعد دوباره با موج جدید و بزرگتری حمله میکنین، موجای بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر و این فشار
رو به صورت دراز مدت و به اندازه کافی روی حاکمیت نگه می‌دارین تا زمانی که درون خودشون شکاف ایجاد بشه. همین اتفاق اخیراً در سریلانکا رخ داد. بنابراین شما میتونید با ایجاد این امواج و از طریق فشار ممتد استراتژی تفرقه‌ای که قرار شما رو درگیرش کنن و میخوان بین خودتون و با همدیگه دعوا کنین علیه خودشون استفاده کنین و خواسته هاتون رو بهشون تحمیل کنین. شما با اتحادتون به افراد طبقات بالایی و کسایی که از حکومت حمایت میکنن هم فشار میارین و از اونا میخوان که دیگه از این نظام حمایت نکنن. شما از طریق این نوع جنبش های موجی مستمر میتونین بین نیروهای سرکوبگر و امنیتی و نظامی و داخل خود سلسله مراتب حاکمیت تفرقه بندازین. نکته دیگه اینه که این نوع رژیم ها به طرز باور نکردنی فاسدن. اونا ثروت کشور شما رو در انحصار خودشون درآوردن و اون رو بین چند قشر خاص پخش کردن تا اونا رو به نوعی در فعالیت‌های غیرقانونی خودشون شریک و همدست کنن، مثل نیروهای نظامی و امنیتی و سرکوبگر یا طبقات بالایی، ثروتمندان و اشراف جامعه، یعنی کسایی که قادرن ثروت تولید کنن. بنابراین نقطه ضعف اصلی حکومت در همه این موارد در واقع اقتصاده. اگه بتونین به جایی که نقطه ضعفشون ضربه بزنین، قدرت زیادی به دست میارین. پول شالوده پایگاه قدرت اقتصادی اوناست و سلاح مؤثر شما اعتصاباته که تأثیرگذارترین ابزار در این نبرده. اما نه یه سری اعتصابات پراکنده در یک صنف و صنعت کوچک، بلکه منظور اعتصابات عمومیه که میتونه حکومت رو کاملا فلج کنه. اگه بتونین هر از گاهی یا حتی یک بار اعتصاباتی عمومی و سراسری سازماندهی کنین که تمام صنایع گسترده در کشور رو با همراهی اقشار مختلف مثل وکلا، پزشکان، کارگران و کارمندان شامل بشه، این حرکت میتونه حکومت رو به زانو در بیاره، حتی برای یک روز اونا رو فلج کنه. این یک ابزار بی‌نهایت قدرتمنده که نشون میده ایده اونا برای تفرقه اندازی بین شما دیگه سازگار نیست. اعتصابات میتونن به جایی که حکومت بیشترین آسیب پذیری رو داره، یعنی جیبشون، بیشترین ضربه رو وارد کنن. و اما تنها نقطه ضعفی که جنبش‌هایی مثل شما داره و ما در کشورهای دیگه و حتی در ایالات متحده هم تا حدودی دیدیم، همین ایده جنبش بدون رهبره. در گذشته همه انقلاب‌ها و جنبش‌ها و شورش‌ها و خیزش‌ها در سطوح خاصی دارای رهبر یا گروه رهبری بودند که کار سازماندهی رو بر عهده داشتند. البته رهبر داشتن هم ضعف‌های خاص خودش رو داره، چون همین کادر رهبری معمولاً حزب و گروه خودشون رو شکل میدن تا در آینده قدرت رو به دست بگیرن و به جای شما حرف‌های خودشون رو میزنن و سپس چرخه دیگه‌ای از یک رژیم تمامیت‌خواه رو ایجاد می‌کنن. قدرتی که جنبش بدون رهبر شما داره اینه که توسط گروه‌های خاصی نمایندگی نمیشه، بلکه از زبان خودتون و بدون واسطه خواسته‌هاتون رو مطرح می‌کنه. اما نقطه ضعف اینه که اگه جنبش کاملاً بدون فرم و سازماندهی باشه، اگه جنبش انرژی و جهت خودش رو فقط از شبکه‌های اجتماعی بگیره، فردا که به طور اجتناب ناپذیری شرایط به حال سکون و کندی تغییر کنه، وقتی یکی دو هفته از آرام شدن اوضاع بگذره، راهی یا جایی نیست که کمی درنگ کنیم و سوال کنیم قدم بعدی، روش و هدف بعدی چیه؟ در این شرایط برنامه‌ای وجود نداره که برای تظاهرات آینده و جنبش چشم‌اندازی فراهم کنه، یعنی کسی یا گروهی نیست که جنبش رو هدایت کنه. نکته مهم اینه که لزومی نداره دنبال یک گروه رهبری باشین، چون این خودش میتونه مشکلات زیاد دیگه ای ایجاد کنه. اما باید کمیته هایی از افراد مختلف داشته باشین که خطرات فروکش کردن خیزش و کم شدن اجتناب ناپذیر انرژی جنبش رو میفهمن و قادرن با برنامه ریزی درست شرایط انقلابی رو مدام در حالت حرکت و جنب و جوش نگه دارن. داشتن استراتژی در چنین شرایطی بهترین ابزار دفاعی شماست. فراموش نکنین که اگه بخواید فقط از روی خشم و ناراحتی عمل کنین، انرژی جمعی شما کافی نخواهد بود. خشم شما بسیار قدرتمنده و میتونه باعث شرایط هیجان انگیز مقطعی و لحظه‌ای هم بشه، اما این انرژی به تدریج تحلیل میره و وقتی که تحلیل رفت میتونه برای شما به شدت خطرناک باشه. پس خیلی مهمه که یادتون نره استراتژیتون باید حفظ مداوم فشار باشه. شما باید به صحنه برگردید هر هفته، یکی بعد از دیگری، هر بار با نقشه و ایده‌ای جدید تا بتونین تعداد افراد بیشتری رو جذب کنین. این نقطه قوت شماست که باید به کار بگیرین. تعداد شما قدرت شماست که باعث میشه حکومت بالاخره در جایی اشتباه کنه و منجر به تغییر کامل ماهیت رژیم بشه.
صادقانه بگم یکی از زیباترین رویدادهای قرن 21 اینه که شما بتونین دموکراسی واقعی در ایران ایجاد کنید، یک جمهوری واقعی که منعکس کننده ی تاریخ فوق‌العاده غنی شما باشه. این اتفاق میتونه رخ بده، اما باید دوباره بگم که شما نمیتونین و نباید اجازه بدین این فرصت تاریخی از دست بره، چون همونطور که گفتم این اتفاق بسیار خطرناکیه. چون اگه اجازه بدید این انرژی تحلیل بره، اونا مثل یک حیوان درنده به شما حمله خواهند کرد و اینقدر فشار رو زیاد میکنن تا شما رو باز در خفقان و تفرقه نگه دارن و دفعه بعد خیلی سخت داره که دوباره بتونید روی پاهاتون بلند بشین. این نوع خیزش ها مثل خیزش شما باید نیروی محرکه خاص خودشون رو به وجود بیارن و باید مستمر باشن. قدرت و استراتژی شما باید این باشه: چطور میتونیم این جنبش رو زنده نگه داریم، نه فقط برای چند هفته بلکه برای ماها، تا زمانی که در بین اونا شکاف و ریزش ایجاد بشه. اونا قصدشون ایجاد شکاف و تفرقه است و شما امید و تلاشتون اینه که بین اونا شکاف و تفرقه بندازین. سعی کنید تمامیت و اصالت جنبشی که دارین رو حفظ کنید. جنبش شما توسط زنان هدایت میشه و از اونا انرژی میگیره. این یکی از مهمترین نقاط قوت شماست. بدونید که بسیاری از ما در غرب، در ایالات متحده و جاهای دیگه رویدادها رو هر روز از نزدیک دنبال میکنیم. من با شما تمام و کمال همدردی میکنم. 100% شما رو حمایت میکنم و امیدوارم این ویدیو برای شما ارزشمند باشه.